یه قسمتی در تفیلای تیشابه‌آب، یعنی در واقع دو قسمت اضافه میشه. یکی قسمت نخمه که در سیدورهای مثلا عزرا نوشته شده یا بعضی سیدورها نوشته شده که در قسمت بونه یروشلعیمه، اینا ما باید اضافه کنیم بخونیم. اگر کسی فراموش کرد نخوند یا متنشو نداشت عیبی نداره، تفیلاشو انجام وظیفه کرده و مشکلی نیست، ولی تلاش بکنه که ترجیحاً حتما این قسمت نخم را در تفیلای لخش در براخای بونه یروشلعیم بخونه. یکی تفیلای انینوه که در همه تعنیت‌ها ما میخونیم در شمعه تفیلاست، که اونم آدم باید بخونه. اگر کسی فراموش کرد که بخونه باز بر نمیگرده، بدونه که انجام وظیفه کرده. یه موضوع دیگه که وجود داره اینه که میدونید که شخصی که عزاداره این بر روی صندلی نمیشینه. آول باید روی زمین بشینه یا روی جای پست بشینه. مثلا روی پله میشه، جای پست باید باشه. روی صندلی نمیتونه بشینه، روی مبل نمیتونه بشینه. به خاطر همین شخصی که ما که در تیشا باب آول هستیم باید روی زمین بشینیم، چه در منزل و چه در کنیسا. بنابراین مگر کسی که خیلی مسن رو زمین بشینه اذیت میشه، یا کسی که مشکل داره مثلا پاش درد میکنه، کمرش درد میکنه، نمیتونه رو زمین بشینه، این معافه. ولی باروخ هشم ما که سالم هستیم باید حتما در کنیسا و همینطور در منزل، در تیشا باب، شب تیشا باب و صبح تیشا باب بر روی زمین بشینیم. از بعد از ظهر به بعد روز تیشا باب دیگه به خاطر اینکه دیگه یه مقداری سبک میشه مجازیم که روی صندلی هم بشینیم. یکم بعد از ظهر مثلا از ساعت 2-3 دیگه میتونیم سبک بگیریم که روی صندلی بشینیم. امسال که شبات، یه شبات رو من دارم میگم، در شب یک شبات روی زمین میشینیم، همینطور صبح یک شبات روی زمین میشینیم تا حدود 2-3 بعد از ظهر، که از اون موقع به بعد زمان مینخا، از اون موقع به بعد میتونیم به اصطلاح روی صندلی به صورت عادی بشینیم. یه موضوع دیگه که اینم باز جزء قوانین اولوته، جزء قوانین عزاداریه، ان انیت شلوم لاول، یعنی آول باش شالوم علیکم نمیکنن، خودش هم صد البته شالوم علیکم نمیکنه. یعنی شما برمینان دور از جون یه آدم عزاداری ها دیدید، این به خاطر اینکه الان در عزاداریه این نیستش که با شالوم علیکم احوال پرسی بکنید، نمیکنید. اونم صد البته که اونم شالوم علیکم نمیکنه با شما تا 7 روز. در طی 7 روز اولوت شما مثلا رفتید نیخوم اولین منزل یک عزاداری که تسلیش بدی، شالوم علیکم و چطوری و نمیدونم خنده و شادی و احوال پرسی وجود نداره. در تیشا باب هم که امسال میشه شب یک شبات و روز یک شبات، ما عزاداریم به خاطر خرابی بیت امقدس و بنابراین شالوم علیکم نداریم، شالوم علیکم نداریم. اگر کسی این قانون رو نمیدونست به ما شالوم کرد، ما با سرسنگینی جوابشو میدیم. مثلا یکی نمیدونست به شما شالوم کرد، یا شالوم علیکم، نمیگید بغلش کنید، آ چطوری چه خبره، اون نمیدونه شالوم کرد، شما با سرسنگینی شالوم، با حالت ناراحتی، حزن و اندوه جواب میدید. و این قانون چه در مورد اولوت چه در مورد تیشا باب نهم آب که ما در اون آول هستیم. علت این که اینم چیز خوبیه، ما در طی سوال خوبیه، در منزل آول ما آنا نمیخونیم به خاطر اینکه آول خصلت قضاوت هشم بهش برخورد کرده، یکی از نزدیکانش و عزیزانش رو از دست داده و بنابراین دیگه ما نمیایم آوناش آوون ذکر بکنیم، بحث آوون ذکر بکنیم،
در جایی که میدد دین وجود داره، خصلت قضاوت وجود داره. در تیشا بیاب هم ما آنا نمیخونیم، تیشا بیاب موعد خونده شده در مگیلای اخا. موعد دو تا معنی داره، معمولا موعد به معنای زمان شادیه، ولی همینطور موعد هم معنی میده. موعد به عبری، به فارسی هم میگن موعد. موعد یعنی چی؟ یعنی زمان. قارا علی موعد لشبور بخورای ناویرمیا میگه که زمانی تعیین کرد برای من، موعدی تعیین کرد برای من، یعنی برای قوم اسرائیل، که جوانی و طراوت قوم اسرائیل رو از بین ببره. به خاطر همین که موعد خونده شده، ما در تیشا بیاب آنا نداریم. البته به علت خاصی هم داره که موعد خونده شده، چون امروزه است که این تیشا بیاب نهم آب برای ما روز عزاداریه. انشالله با اومدن ماشیخ خود روز تیشا بیاب تبدیل میشه به روز موعد. موعد یعنی شادی، یوم توب، روز خوب، جشن، سرور تبدیل خواهد شد. این جنبه هم هستش. در طی تیشا بیاب ما همونطور که در روز معمولی موظف هستیم که جلوی کسانی که موظف به احترامشون هستیم بیستیم، در خود تیشا بیاب هم همین وظیفه رو داریم، با وجود اینکه روی زمین نشستیم. یعنی اگر که پدرمون مادرمون وارد شد، میدونید ما قانون داریم که اگر از هر جایی که پدر یا مادرمون رو دیدیم که وارد شدن، ما موظفیم بیستیم. مثلا من اینجا نشستم، از 10 متری هم دارم میبینم، یا یک کنیسای بزرگ تای یوسف آباد نشستید، شما پدرتون و مادرتون رو دیدید که وارد شدن، موظفید بیستید تا اینکه سر جاشون بنشینن. خب به این میگن کیملو اناف. همینطور راو موفاقشا، یعنی راو اصلیشا، آدم موظفه که از جایی که میبینه بیسته، تا مثل پدر و مادر، تا زمانی که راو موفاقش، راو اصلیش بشینه سر جاش. اما در مورد تلمید خاخام معمولی، یا تلمید خاخام معمولی که راو آدم نیست، یا در مورد زاغن، فردی که مسنه، پیره، بالای 70 ساله، آدم فقط موظف از وقتی وارد 2 متری شدن بیسته، یعنی موظف نیستش که از دور که میبینه بلند شه، وقتی وارد 2 متری شدن باید بیسته. و در روز تیشا بیاب هم همین قانون است. شما نشستید تو کلیسا، رو زمین هم نشستید، دیدید پدرتون مادرتون وارد، راوتون وارد کلیسا شدن، باید بیستید تا اینکه بشینن و بعد از اون مجازید که بنشینید. البته اینی که میگم تا وقتی که بشینن، اگر یه موقع نشستن، مثلا پدر آدم وارد شد، همون جایی که مخصوصشه ایستاد، مثلا داره با یکی حرف میزنه، خب در چنین حالتی همین که سر جای مخصوصش هم رسید و اونجا ایستاد، دیگه میتونیم بشینیم، اگر وایساده صحبت میکنیم. چه؟ قبلش نه، تا اینکه سر جای مخصوصشون برسن. بازی با ایکس باکس میشه کرد؟ در اینم سوال بسیار خوبیه. ببینید در روز تیشا بیاب، روز اولوته برای ما، کارایی که شادی آوره یا کارایی که فکر ما را از عزاداری منفک میکنه، نمیتونیم انجام بدیم. مثلا شما شب تیشا بیاب نمیتونیم بیای خونه، یا روز تیشا بیاب یه برنامه کمدی تلویزیون داره میده بشینی ببینی، ها ها ها، بخندی. خب این نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این فکرت رو منفک میکنه از عزاداری. و همینطور بازی ها و غیره که به این شکل آدم و فکرش از اون ناراحتی و موضوع خرابی بیت المقدس منفک میکنه، اینا انجام نمیدن. وقتی پول وقتی به شهبات میفته میگیریم. چطور الان دو وقت من ببینم این 17 تموز شبات بوده، گفتید نه یه شبات بوده، تیجا روز شبات میفته، شما میگید یه شبات. آیا این دستور اخامین این که میگید؟ بله، نه نه نه، یا اینکه در دنیا هم که چیزی؟ ابتدای صحبت هم توضیح دادم، تنها تهنیتی که از توراست کیپوره، به خاطر همین کیپور چون از توراست،
حتی اگر که شباد واقع بشه باید در همون شباد گرفته بشه. اما تعنیت های دیگه، حتی تعنیت تیشا به آف، این از تورا نیست، از صحبت نبیمه. بنابراین قانونش اینه که شباد عقب نمیزنه، در تمام دنیا همینه. اگر شباد واقع بشه موکول میشه به روز یک شباد. بخواهد 100%، حتی زمانی که ما داریم شمع اسرائیل بخونیم، پدرمون، مادرمون، رابمون رد شدن باید بیستیم. با وجود این که به صورت کلی در زمان خوندن شمع اسرائیل ما کار دیگه ای نباید بکنیم. مثلا وقتی من دارم شمع اسرائیل میخونم نمیتونم مسیجا من چک کنم، یا نمیدونم وقتی دارم شمع اسرائیل میخونم نمیتونم با یه کاری هم در عینش انجام بدم. ولی اگر که پدر، مادر یا رابمون وارد شدن موظفیم بیستیم. بله. دیگه نهایت اومدن ماشیت چیه؟ دیگه نهایت اومدن ماشیت چیه؟ نهایت اومدن ماشیت به زودیه به زودیه. نه خب، همه اینایی دیگه که ما داریم میگیم در صورتیه که تا یه شباز ماشیت نیاد باید ایمان داشته باشیم که میاد به زودیه. مثلا احتیاجی به گرفتن تعنیت نخواهد بود. واجب نیستش که در روز تیشا بیاب زیارت برن، این اصلا واجب نیست. جمعه هم واجب نیست، این فقط یک رسمه. یه اتفاقا این موضوع من تأکید کنم، یه چیزی، یه رسم عجیب و غریب و فوق‌العاده غلط، فوق‌العاده غلط دیدم که بعضی ها میگن تیشا بیاب میذارن میرن بهشتیه و وقتی برمیگردن میگن ما دیگه میتونیم تعنیتمون رو باز کنیم. خسف شالوم، این رسم گهینامه، این رسم فوق‌العاده غلطیه، به هیچ عنوان پایه و اساسی نداره. اگر که کسی زیارت هم خواست بره روز تیشا بیاب، اولا که وظیفه نیست که بره، به خصوص اون گرما مشکل رفتن و برگشتن احتیاجی نیست. ولی اگر کسی هم خواست بره بدونه که باید تعنیتش را مثل بقیه آدم ها تا آخرش، تا خروج ستارگان بگیره. بعضی دیدم که میگم بعضی ها میرن مثلا میرن زیارت، میرن به تقوارد، بعد که برگشن میگن دیگه میتونیم تعنیتمون را باز کنیم. شتویوت، اشتباه محض، به هیچ عنوان این صحیح نیست و هر کسی که همچین حرفی زد باید خیلی محکم بهش بگید که این غلطه و اشتباهی و به هیچ عنوان درست نیست. بله. 100% در تیشا بیاب میتونید از پنکه، از کولر، از همه اینا میتونید استفاده کنید. چه؟ ترجیحا نه. کل این نه روز ناراحتیه. ترجیحا آدم تو برنامه های شادی آور شرکت نکنه، برنامه های کمدی و شاد نبینه. ایام خوبی نیست این ایام. این 10 روز ما هیچ وقت همچین قانونی نداریم در طی سال، ولی این 9 روز نوروز بدیه برا ما، از همه نظر بده. در طول تاریخ هم همیشه تو این 9 روز اتفاقات بد افتاده برای جامعه اسرائیل. اینا تاریخ ها بخونید، همیشه این 9 روز برا ما بد بوده. بنابراین این 9 روز واقعا ایام خوبی نیست. 9 روز نیستش که آدم شادی شاد باشه، 9 روز ناراحتیه. نه، اگر که پارک میخواییم بریم با یکی صحبت کنیم عیبی نداره. یا میدونم کسی برای سلامتیش دکتر بهش گفته روزی نیم ساعت برو بدو. با کجا بره بدو؟ تو خیابون میگن دیوونه است. باید بره پارک، یه جایی که هواش خوبه. خب این مجازه بره، این داره برای سلامتی میره، برای ورزش میره. ولی اینکه من برم پارک گردش، اونه که ممنوعه. خود پارک رفتن ممنوع نیست، فقط گردش و تفریحه که در طی این 9 روز ممنوعه. بله. اگر بریت میلا در تیشا بیاب واقع شده، بریت میلا رو انجام میدن. امسال که تعنیت تیشا بیاب شبات و افتاده یک شبات، اگر بریت میلا در تیشا بیاب واقع شد، پدر بچه و سنداق، کسی که روپاش بچه رو میلا میکنن، و مهر، کسی که میلا رو انجام میده، بعد از ظهر تیشا بیاب میتونن تعنیتشون رو باز کنن. این علتش اینه که امسال تعنیت عقب افتاده است و این 3 نفر یوم تو براشون محسوب میشه.
ولی در تیشا به آبای دیگه این قانون نیست. بله؟ گفتم پارک رفتن که گفتیم ممنوعه فقط برای تفریحه، اگر هر علت دیگه ای داشته باشه رفتنش مجازه. بله، مثلا محل کارمون جاییه که نمیتونیم اونجا غذا بخوریم، میخواییم بریم تو پارک بشینیم غذامونو بخوریم، به خاطر تفریح نیست، این مجازه. فقط و فقط جنبه تفریحه که ممنوعه، به خاطر جنبه های دیگه ایچه ای بینه بیده. خیلی در تیشا به آب میمون، نه در تیشا به آب میمون. خب سوال دیگه بخوابود. نه میتونیم در خونه هم بخونیم، حتما لازم نیستش که در خونه باشیم. بله میشه نقاشی کرد؟ نقاشی میشه کرد. بفهمه برای تعریف رفتن. بله این رسم درستیه که با هم نمیشینن غذا بخورن که موظف به زیمون نشن، اما امسال که در شبات واقع شده غذایی که ما میخوریم که باش تعریف بگیریم این قانون نیست. یعنی امسال به صورت عادی سر میز میشینیم و سعودا شلیشید میخوریم و وارد تعریف میشیم. تو این هفته خانم ها میتونن آرایش کنن. بله بله مجاز. تیشا به آب استثنائی حالتشو تو زدیم استثنائی. بله اگر نقاشی که داشتیم میگوشیدیم لذت میبودیم. خب یه توضیح موضوع دیگه هم اشاره کردن که خیلی مهمه. ببینید لطفا اجازه بدید، ما تعنیت که میگیریم هدفمون این نیستش که فقط بخوایم غذا نخوریم، هدفمون اینه که اشکالایی که داریم ها اصلاح بکنیم. مهمترین مسئله ای که عوروتی که داریم در دستمون، گناهانی که در دستمونه، این تعنیت باید باعث بشه که ما تشوبا بکنیم و یکی از این عوراها که باعث خرابی بتن بیچنی هم شده بتن بشه دوم سینت خینامه، یعنی دشمنی بیهودهی که بین افراد جامعه اسرائیل بوده و امروز هم باز هستش. باید مواظب باشیم که اگر که همچین چیزی هستش اینا تشوبا بکنیم و اصلاح بکنیم. مسائلی که در گمارای گیتین تعریف شده داستانهایی که تعریف شده و موضوع خرابی بیت المقدس رو شرح میده خیلی ناراحت کننده است. مثلا همه مون شنیدیم ولی باز من اینجا یه بار دیگه تأکید میکنم. مثلا در گمارای گیتین تعریف میکنه قبل از اینکه بیت المقدس دوم خراب بشه یه اتفاق بدی میفته. یه فردی بوده که یه دوستی داشته اسمش قمصا بوده، یه دشمنی داشته اسمش برقمصا بوده. فهمیدید چی شد؟ دوستش اسمش قمصا بوده، دشمنش اسمش برقمصا بوده. عروسی بچهش میشه، میاد دستور میده به شماشش خدمتکارش برو این کارت دعوت ها بده به دوست من به قمصا. این حاج آقا اشتباه میکنه میده به کی؟ برقمصا. میده به دشمنش. روز عروسی روز جشن بوده، این صاحب خونه نشسته بوده، یه دفعه میبینه که آه برقمصا دشمنش اومده مهمونی. همونجا میره یقش رو میگیره میگه با چه حقی داشتی تو اومدی مهمونی من؟ میگه بابا خودت برای من کارت دعوت فرستادی. میگه من غلط کردم، من این کار نکردم. پاشو برو بیرون. میگه ببین الان همه اینجا نشستن، بزرگان هستن، بزرگان یروشلایم اونجا بودن، خخامین بودن. میگه من آبروم آجلو همه کسایی که اینجا نشستن نبر بگذر. میگه که نه الا و بلا باید پاشی بری بیرون.
میگه که ببین من حاضرم نصف هر چیزی که تو اینجا خرج کردی ها من بهت میدم، من آبرومو نبر بذار بشینم. میگه نه باید بری بیرون. میگه من کل هرچی خرج کردی، کل هزینه های مثلا الان یه عروسی میخوام بگیرن چقدر هزینهش؟ 50 میلیون، 40 میلیون، نمیدونم بستگی داره. میگه من کل هزینه ای که تو خرج کردی من بهت میدم، فقط منو خجالت نده، شرمسار نکن، بذار من اینجا بشینم. میگه پاشو برو بیرون، یقش میگیره و جلوی همه خخامیم و بزرگان پرتش میکنه بیرون. این طرف میاد میگه که اوه اینا این طرف این منو انداخت بیرون خجالتم داد. از اون ور اونجا همه بزرگان هم نشسته بودن، هیچ کسی چی بهش نگفت. پس من باید برم سرر میشه، باید برم از کل قوم اسرائیل انتقام بکشم. بله خودش اسرائیل بوده. پا میشه میره کجا؟ میره پیش امپراتور روم. به آقای امپراتور میگه که یهودی ها به تو خیانت کردن و دارن کودتا میکنن علیه تو. این میگه که از کجا دلیل؟ میگه من میدونم. از کجا دلیل؟ میگه که تو یه کاری بکن، بیا یه گوساله‌ای بفرست من همراه با من، منو شالیخ بکن، نماینده بکن، و اگر که یهودی ها این گوساله را تقدیم کردن که هیچی در بیت المقدس، اگر تقدیم نکردن یعنی با تو دشمنن و بر ضد تو کودتا کردن. امپراتور میگه باشه. قیصر روم میاد گوساله را میفرسته همراه با این، اینم نامردم وسط راه که بوده میاد. دو تا نظره، بعضیا میگن ناخونش را یکم میبره تو چشش عیب میندازه بهش، بعضیا میگن لبش را پاره میکنه گوساله را، هر دوش عیب محسوب میشه و در نتیجه دیگه قابل تقدیم نبوده. وقتی که میرسه به بیت المقدس یه بحثی در میگیره و در نهایت تقدیمش نمیکنن و همین مسئله باعث میشه که امپراتور واقعا شک بکنه که بله پس یهودی ها دستت که اسرائیل ها قیام نکرده بودن، اسرائیل ها کودتا نکرده بودن، این دروغ میگفته. واقعا شک میکنه که پس این صحت داره و این شروع اون ماجراهایی بوده که باعث خرابی بیت المقدس دوم میشه. امروز هم ما اینا کم نمیبینیم. امروز هر کی با هر کی دعواش میشه، دیدم که میگم خب نمیدونم یکی یه آقای مثلا از چش و ابروی من خوشش نمیاد یا نمیدونم اون چیزی که میلش بوده بهش نرسیده، میره پشت سر من حرف در میاره. بعضی وقتا حرفای دروغی که واقعا هم خطرناکه، نمیدونم این فلانی فلان و بیساره، نمیدونم فلان اعتقاد سیاسی ها داره، دروغایی که شاخ داره. یه موقع هر کسی الان متاسفانه همچین حالتیه، جناهای مختلف یا افراد مختلف که با هم دعواشون میشه میرن برای همدیگه به دروغ میزنن. نمیدونم این آقا مثلا فلان اعتقاد سیاسی ها داره، این آقا مثلا صهیونیسته، این آقا مثلا نمیدونم فلانه. نه جدی میگم، این دقیقا مثل همون تهمت ها و دروغاییه که ما میبینیم در زمان بیچنی همین آقای برغمسا میره انجام میده به دروغ و باعث خوربن به تمیقداش میشه. یعنی این کسایی که این کارو میکنن یه جامعه رو با این دروغاشون و با این تهمتاشون به خطر میندازن، فقط هم یک شخص نیست. بنابراین ما میبینیم که امروزم فکر نکنیم ما الان امروز خیلی خوب شدیم و دیگه اوه چه کاری مثلا بگیم برغمسا کرد، من که باروخ هاشم تحفه خودم عالی، همیش مشکلی ندارم. نه متاسفانه جامعه ما همین مشکلات ها داره، حالا فقط موضوعش عوض شده، فقط کیساش ممکنه عوض شده باشه. همون دروغا، همون سینتخینا، همون دشمنی های بیهوده، همون مسائل امروزه هم هست و ما باید به خاطر این موضوعات تشوبا بکنیم. چند تا چیز دیگه که در گمارا ذکر شده، باز در گمارا تعریف میشه، تعریف میکنه، میفرماید که یه داستان دیگه در گمارا گمارای گیتین داف نون زین امودالف
خخامین میگن که به خاطر یه مرغ و خروس یه منطقه بزرگ اون موقع تورملکا خراب شد و تمام اسرائیلاش کشته شدن توسط رومی ها به خاطر یه مرغ و یه خروس. خب یعنی سر یه چیز علکی. چی بوده داستانش؟ رسم داشتن وقتی که خاتان و کلا را مثلا عروس و داماد اسرائیل ها اونجا تو تورملکا این رسم را داشتن. تورملکا یه شهر هم نبوده، یه منطقه خیلی عظیم بوده، مثلا فرض کنید یه استانه، مثلا استان تهران خیلی بزرگ بوده، خیلی جمعیت اسرائیل داشته. رسم داشتن که وقتی که خاتان و کلا را می آوردن تو خیابون، قدیم هم اینجوری نبوده که فرض کنید که فقط مردم تو سالن ببیننشون، اینا رو می آوردن تو شهر می چرخوندن، مثلا کسایی که موزیک می زدن، وسایل موسیقی می زدن، همراهشون همراهی می کردن، همه می اومدن می رقصیدن، یه همچین حالتی بوده. وقتی که می آوردن تو خیابون خاتان و کلارا، یه مرغ و خروس هم می داختن جلوشون به نشانه این که اینا مزکی بشن که پیریا و ریویا بکنن، زاد و ولد کنن مثل مرغ و خروس. مرغ و خروس یه دفعه میبینید که مثلا یه مرغی 20 تا تخم میذاره، یه دفعه 20 روش میخوابه 20 تا جوجه در میاد، چطوری یه دفعه زیاد میشن. اینا به نشانه خوب، سیمان تو نشانه خوب میومدن، مرغ و خروس جلوی خاتن و کلا میآوردن. یه روز یک دست سرباز رومی داشتن از اون خیابون که عروس و داماده داشتن میبردن رد میشدن و این مرغ و خروسه رو میگیرن رومیا که مثلا برن جوجه کبابش کنن. خب اسرائیل هم ناراحت میشن میگن این مرغ و خروس ما را که نشونه خوب خاتان و کلاس رفتن کباب کردن، میریزن سر این سربازا و میزننشون، یه کتک سیری بهشون میزنن. میانو به قیصر میگن که اسرائیل ها کودتا کردن، دست که این نبوده، اسرائیل ها کودتا نکرده بودن. اینا ناراحت بودن سر اینکه مرغ و خروسه را که نشونه خوب خاتم و کلاشون بوده این رومیا برداشتن، ولی میان به قیصر میگن که به امپراتور روم میگن که اسرائیل ها بر ضد تو کودتا کردن و اینم باز در نهایت باعث میشه که قیصر امپراتور میاد و کل اون منطقه را مردمش را میکشه، همه را به خاک و خون میکشه. سر چی؟ سر یه مرغ و خروس. و باز تو گمارا تعریف میشه، میگه یه شهر تعریف میکنه، میگه یه شهر خیلی بزرگی بوده به اسم شهر بیتار. و شهر بیتار هم سر یه چیز بیخودی خراب میشه. سر چی خراب میشه؟ سر یه چرخ یا دیوار یه کالسکه. که چی میشه؟ یه موقع شهر بیتار رو میگن صدها هزار نفر یهودی داشته، یه موقع دختر امپراتور روم سوار کالسکش کرده بودن و همراه با ملازمین و اون بادیگاردا و سربازای رومی داشتن از شهر بیتار رد میشدن. این دیوار کالسکه یا چرخ کالسکه میشکنه. خب میرن چیکار میکنن سربازا؟ میرن برای تعمیرش یه درخت سرو بوده اونجا و نزدیکی، اینا میبرن تا بیان این چرخه را یا دیوار کالسکه را تعمیرش بکنن. اونجا در بیتار یه همچین رسمی بوده که وقتی که یه پسری توی خانواده‌ای به دنیا می اومده، بابای بچه، بابای پسره، اویهبن می رفته یه نهال سروا می گرفته و می کاشته. این مثلا 20 سال می گذشته، مثلا 18 سال 20 سال تا زمان ازدواج این پسره برسه، این شده بوده یه درخت تنومند. از اون ور وقتی که یه دختری به دنیا می اومده، این بچه ها برن بیرون، اگر که اینجا بفرمایید بیرون. از اون ور وقتی که یه دختری به دنیا می اومده، یه درخت مرد
پدر میومده میکاشته. وقتی که این عروس و داماد نامزد میشدن و ازدواج میکردن، میرفتن این سروه رو میبریدن، این مرده رو میبریدن، خوپاشون رو به وسیله این میساختن و تزیین میکردن با مرد. یه خوپای خیلی باشکوه میساختن. خب این رسم بیتاریا بوده. اتفاقا این درختی که برای تعمیر اون کالسکه دختر امپراتور میبرن، درخت یکی از این پسرای اون شهر بوده. مردم هم اسرائیل هم ناراحت میشن و میریزن سر رومیا و میزننشون، و باز این مسئله باعث میشه که امپراتور روم حمله میکنه به شهر بیتا، مردم شهر را به خاک و خون میکشه، به حدی که گمارا تعریف میکنه که جویهای نهرای خون را میفته در شهر، و بعضی جاهای شهر که پست بوده خون تا لجام اسبا میاد بالا، یعنی جمع میشه خون. شما حساب کنید یه اسب چه ارتفاعی داره. بعضی جاهای که پست بوده خون میاد تا دهانه اسبا، تا دهن اسبا میاد بالا، یعنی اینقدر آدم کشته میشه. اینا یه درسایی برای ما که دقت بکنیم. سینت خینامی که وجود داشته، بهانه گیریایی که وجود داشته، اهمیت دادن به مسائلی که فقط رسم بوده، حتی قانون هم نبوده، به خاطر اونا خیلولشم کردن، به خاطر اونا گذشتن از قوانین اصلی. امروز هم ما همینا میبینیم، بعضی ها رو میبینیم که چه میدونم حاضره به خاطر مثلا یه موضوع خیلی ساده یه دعوای جنگ را بندازه، به خاطر چیزایی که اصلا قانون هم نیست. رسم من خودم به این دیدم، مثلا سری توی کنیسای یه بار بودم، میدونید عرب شبات ما یه همچین رسمی داریم که شیر شیرین میخونیم. این رسمه، اصلا قانون نیست، هیچ وظیفه ای نیست که شیر شیرین بخونیم، ولی ما آدینه شبات شیر شیرین میخونیم. بعضیا رسم دارن که قبل مینخا بخونن، بعضیا رسم دارن که بعد مینخا بخونن، بعضی کنیسا هستش که فرض کنید تابستونا که دیرتر میشه قبل مینخا میخونن، زمستونا بعد مینخا میخونن. این هیچ قانون خاصی نداره. باور کنید یه جا سر همین که دیدم، سر این که توی کنیسایی قبل مینخا شیره شیرین بخونن یا بعد مینخا شیره شیرین بخونن، دعواشون شد، دو نفر صندلی بلند کردن که تو سر هم دیگه خورد کنن. خب شب شبات خیلی وقتا ما یه دعوایی میبینیم تو کنیسا بین خودمون، همش همین هست، سر همین مرغ و خروس، سر نمیدونم درخت سر، سر نمیدونم این چرت و پرتا، حرفایی که اصلا قانون نیستش. ما باید اینا را، این درس بزرگی برای ما که هیچ چیزی بالاتر از شالوم، بالاتر از صلح و صفا، بالاتر از احترام گذاشتن به هم دیگه نیست. این نیستش که به خاطر یه همچین مسائلی به همدیگه بی احترامی کنیم، همدیگه رو بخوایم بفروشیم، به هم تهمت بزنیم، دروغ بگیم، دشمن بشیم با همدیگه. این درس بزرگترین درسیه که ما از این داستان‌ها میگیریم، و انشالله که حق و دشوار خوب مزکی میکنه که تشویه کامل کنیم به درگاهش و مزکی بشیم به بینیان به تعمیقداش میمهراب یا منو بیاد ماشیخ سیدقه نو به غروف بیاد گوهل امن کنی ایراسان.